یاد نام خدا بخش مربوط به فیلم آموزشی الگوریتم پیسو رو آغاز کنیم. الگوریتم بین‌سازی بوده در رابطه با شما زداد پارت که سوار اپتیمایزیشن یا همون پیسو. کلا این الگوریتم بر اساس رفتار گروهی موجودات الهام گرفته شده که اصلیش هم پرندگان بوده. در واقع اگه شما این دسته پرندگان رو دقت کنید، همیشه حرکت این گروه تمایلی دارن به سمت سردسته خودشون و وضعیت قبلی خودشون و بهترین وضعیتی داشتن. یعنی اگر این سردستشون همیشه یک انحرافی داشته باشه، بقیه این گروه هم مانند این سردسته خودشون یک انحرافی خواهند داشت. در واقع این سردسته که میگم در واقع بهترین پرنده که موجود هستش. این الگوی در اولین بار توسط کندی و برهاد مطرح کردید. آنها این الگوریتم رو پیسو نام نهادن زیرا از روی رفتار گروهی پرندگان در زمان پرواز الهام گرفته شد. همانند همه الگوریتم ها الگوریتم پیسو از مجموعه از پاسخ های ممکن استفاده می نمید. این پاسخ ها تا زمانی که یک پاسخ بین یافت می شد و یا شرایط پایان الگوریتم مهیا می گشت به حرکت خود ادامه می دادن. در واقع مثل همه الگوریتم های پردازش کاری الگوریتم پیسو هم با یک بخش تولید جمعیت اولیه شروع میشه. در این روش هر پاسخ یک دوستات یک ذره نمایش داده میشه و یک گروه ذرات در حقیقت یک مجموعه از ذرات میباشد. در واقع ما به هر کدوم از جوابات الگوریتم PSO یک ذره میگیم، همونطور که تو الگوریتم ژنتیک، همینطور تو الگوریتم ژنتیک به این هر پاسخ کروموزوم گفته میشه. یا الگوریتم مثلا زنبور به زنبور گفته میشه یا فاخته بهش فاخته گفته میشه. یعنی در واقع تو هر الگوریتمی یک اسم خاصی واسه جواب ها گذاشته میشه و در واقع هر الگوریتمی یک اسم، یعنی اگر اسمای خاصی تو هر الگوریتمی دیدیم بدونید که یعنی مثلا اگه دیدید نمیشه شده کرم شبتاب، بدونید هم منظورش در واقع همون سلوشن ما هست، جواب ما. بنابراین هر الگوریتمی برای هر پاسخ یک اسمی گذاشته. در این روش معادله سرعت ضامن حرکت ذرات به سمت ناحیه بینی میباشد. این معادله معمولاً بر اساس سه عنصر اصلی ارائه میشود که عبارت از سرعت سکون، مؤلفه شناختی، مؤلفه جمعی. مؤلفه شناختی یعنی بهترین وضعیت اون سلوشنمون، اون جوابمون، اون ذرهمون. مؤلفه جمعی یعنی بهترین ذره‌ای که تا به حال داشت. دریافت نهایی می تواند به عنوان الگوریتمی شناخته شود که جستجوی را به صورت چندبعدی اعمال می کند. در شبیه سازی این الگوریتم رفتار هر ذره می تواند تحت تاثیر بهترین ذره محلی و یا بهترین ذره عمومی باشد. در واقع بهترین ذره محلی همون پرسونال بیست هست. در واقع بهترین وضعیت می تواند خود اون ذره داشته و بهترین ذره عمومی گلوبال بیست، گلوبال پارتیکل اون هست. همون بهترین ذره تو همه ذره ها لحظه صفر و لحظه کنونی از دو. خب وضعیت جدید هر ذره میشه چی؟ XT وضعیت فعلیه، XT اضافه یک وضعیت جدید اون ذره هست. خب وضعیت جدید هر ذره میشه چی؟ تو دنیا واقعا به همین ترتیب هست که ما وضعیتی که الان داریم، حال اون موقعیتی که الان داریم، پوزیشنی که فعلا داریم، اضافه سرعت آیندهمون کنیم، این سرعتی که خواهیم داشت بکنیم، حتما موقعیت آیندهمون به دست خواهد آمد. خب این سرعت به اساس چی به دست میاد؟ به اساس سه تا مؤلفه سرعت قبلی، گلوبال بیس و پرسونال بیس. در واقع سرعت جدید ما رو اول ما میایم سرعت جدیدمون رو آپدیت میکنیم بر اساس میزان رندومی از سرعت قبلی، میزان رندومی از بهترین ذره بین کل ذره ها و بهترین وضعیتی که این خود این ذره داشته. این VAT به اضافه یک به دست میاد و در نتیجه پوزیشن جدید این سلوشنمون به دست میاد. در واقع اینجا میبینید همین کار کرده. حالا اونجا ما TOT به اضافه یک گرفتیم، اینجا TOT منهای یک دست. یه سرعت جدید میشه چی؟ سرعت قدیم. البته یک W هم معمولا اینجا ضرب میشه که حالا اینجا ننوشته. W هم ضرب میشه که وزن اینرسی هست. در واقع اون وضعیت اون میزان تعلقمون به سرعت قبلی. به اضافه یک میزان رندومی از فاصلمون تا این، یعنی فاصله تا بهترین تجربه شخصی پرسونال بیس و یک میزان رندومی از
فاصلمون تا گلوبال بست بهترین تجربه عمومی. در واقع بعد از اینکه این دی تی به دست اومد چه اتفاقی میفته؟ ایکس آی مون آپدیت میشه، میشه موقعیت قبلیمون به اضافه این سرعت جدید. خب همین توضیحاتی که من دادم اینجا نوشته شده که به صورت دی تی بردار سرعت است، دی ایکس دو مقادیر ثابت هستن، آر یک آر دو مقادیر تصادف جنگی به صورت نرمال در حدود صفر است. پارامترهای به تصمیم بهترین تجربه شخصی و جمعی میشن. به منظور ایجاد قابلیت بهتر جستجو پارامتری به نام وزن اینرسی به شکل زیبا به صورت دریبی در پارامتر سرعت برگوری اضافه میشد. در واقع این دبلیو رو اینجا ما اضافه کردیم. وزن اینرسی تاثیر سرعت ذرات در گام قبل رو بر سرعت فعلی تعیین می‌نماید، به این ترتیب که با مقادیر بزرگی از وزن اینرسی قابلیت جستجوی عمومی الگوریتم بهبود یافته و فضای بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال آنکه با مقادیر کوچک وزن اینرسی فضای مورد بررسی محدود شده و جستجو در این فضای محدود شده صورت می‌گیرد. از همین رو به طور معمول الگوریتم با مقدار بزرگی از وزن اینرسی شروع به حرکت می‌کند که سپس جستجوی گسترده فضا در ابتدا اجرا شده و این وزن به مرور در طول زمان کاهش می‌یابد که سبب تمرکز جستجو در فضای کوچک در گام‌های پایین است. همه الگوریتم‌ها دو تا مکانیزم تنوع و تمرکز استفاده می‌کنند. تنوع یعنی چی؟ ما دوست داریم در ابتدای الگوریتم فضای بیشتری از فضای سرچمون رو جستجو کنیم و هر چه به پایان الگوریتم رسیم این تنوع رو کم کنیم و تمرکز پیدا کنیم. به کجا تمرکز پیدا کنیم؟ به ناحیه بهینه تمرکز پیدا کنیم. یعنی در تکرار اول دوست داریم که فضای کلی ناحیه سرچمون رو جستجو کنیم و هر چه به پایان الگوریتم رسیم به اون ناحیه بهتر متمرکز بشیم و نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. بنابراین ما W در واقع همون میزان تنوع اون هست. میزان تنوع اون هست. در طول الگوریتم اون رو مقدارش زیاد میذاریم و هرچی بکنه الگوریتم رسیم اون رو کمش میکنیم تا میزانش کم و کم تر بشه. خب در ابتدا ذرات به صورت تصادفی در سر تا سر فضای جستجو مقداری میشوند که این موقعیت های اولیه به عنوان بهترین تجربه شخصی نیز شناخته میشوند. در گام بعد بهترین ذره از میان ذرات موجود انتخاب شده و به نام بهترین پاسخ شناخته میشوند. سپس گروه ذرات در فضای جستجو حرکت مینمایند تا زمانی که شرط پایان محقق گردد. این حرکت شامل اعمال معادل سرعت به گروه ذرات می‌شود که موقعیت هر ذره بر اساس آن تغییر مقدار برداشت جدید حاصل از ذره با مقدار بهترین تجربه شخصی مقایسه می‌گرده. اگر اون بهتر بود جایگزین میشه. همین روال رو واسه گلوبال بست هم داره. خب الگوریتم PSO دارای پارامترهای دیگه باشه. معیار خاتمه واسه همه الگوریتم ما اینو داریم که می‌خوام شرط توقف اون چی باشه. می‌تونه تایم باشه، می‌تونه تعداد دفعات تکرار میشه و می‌تونه عدم بهبود باشه. تعداد ذرات این معیار به تعداد کل ذراتی که در فضای جستجو حرکت می‌کنن اشاره می‌کنه. هم تعداد سولوشن هایی که می‌خوان. خب الگوریتم PSO سودوکدش رو داریم مشاهده می‌کنیم. در بخش آغازین چیکار می‌کنیم؟ کلاً جمعیت اولیه‌مون رو به صورت کاملا تصادفی این اشاره رندومی تولید می‌کنیم. مسلماً در همون تکرار اولیه بس پارتیکلمون همون پارتیکلمون خواهد بود، همون ذره‌مون خواهد بود. و اگر فیتنس همون بهتر از فیتنس گلوبال بستمون، گلوبال بستمون میشه چی؟ همین بهترین تجربه همون، یعنی آپدیت. در واقع تو بخش اولیه کاملا جمعیت اونو به صورت تصادفی تولید میکنیم، پرسونال بستمون خودش میشه همون و اون بهترین ذره اگه مثلا تو مینیموم بود، اونی که از همه کمتر داره، مینیمومش فیتنسش از همه کمتر هست، در واقع مینیموم هست، میشه گلوبال بست. در بخش بعدی چیکار میکنیم؟ واسه هر کنون از ذرات معادله سرعت رو آپدیت میکنیم. اگر معادله سرعت خارج از فضای موجه جواب بود اون رو درستش میکنیم، اصلاحش میکنیم. حالا اینا تو کد نویسی توضیح داده میشه که درست کردن این به چه شیوه هست و موقعیت جدید رو هم بر اساس این درست میکنیم. فیتنس رو حساب میکنیم. اگه فیتنس از بهترین تجربه شخصی بهتر بود، بهترین تجربه شخصی میشه. اگر بهترین تجربه شخصی اون هم از گلوربس بهتر بود، گلوربس اون میشه این و این فور برای هر کدوم از این ذرات تا زمانی که شرط توقف اون برقرار بشه. در واقع می‌بینیم که الگوریتم PSO که شامل یعنی جزء الگوریتم پیوسته محسوب میشه چه ساختار ساده‌ای داره و به سادگی میشه این رو نوشت. حالا تو الگوریتم باینری PSO که ما تو بخش بعدی توضیح خواهیم داد میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم اولا برای هر کدوم از این ذرات یه معادله سرعت می‌نویسیم، یه معادله F می‌نویسیم که بر اساس این حساب میشه. بر اساس این فرمول حساب میشه. حالا یه رندومی تولید می‌کنیم، یه عدد رندومی تولید می‌کنیم. اگه بزرگتر از اون F بود،
مقدار سرعت رو میذاریم صفر، اگه کوچکتر از اون اف بود مقدارش رو میذاریم یک. در واقع تمام تفاوتی که تو الگوریتم باینری پی اس او هستش تو همین حساب کردن سرعت. خب بریم وارد بخش برنامه‌نویسی الگوریتم پی اس او. خب CFC یه نورمال و چهار خطی است که سعی می‌کنم تو همه برنامه‌هامون استفاده کنم. خب حالا میتر ستینگ، خب ما تو همه الگوریتم‌ها چهار بخش استفاده می‌کنیم. در واقع پارامتر ستینگمون، اینیشیال پاپولیشنمون و مین گروپ الگوریتم و ریزالت. برای پارامتر ستینگ اولا مشخص باید بکنیم چه تابعی اول میخوایم حل کنیم، کدوم مسئله رو میخوایم حل کنیم. ما میخوایم مسئله SVA رو حل کنیم، یکی از معروف ترین مسائل بنچمارک الگوریتم های بین سازی پیوسته. خب یه فانکشن باز میکنیم برای حساب این تابع حل یا اون مسئله استاندارد. اسم فانکشن رو میذاریم فیتنس و ارزیابی کن ایکسی که وارد میشه. خب تابع اسفیر چی هستش؟ سامیشن x به توان 2. در واقع الگوریتم باید متوجه بشه برای اینکه این مسئله مینیمم کنه باید مقدار x ها رو صفر بذاره. ما به همین اسم رو سیو میشیم. ما میخوایم چند تا x داشته باشیم با n ور نشون میدیم تعداد متغیر هامون. ما میگیم 10. و اینکه حد پایین این متغیر ها میخوایم چقدر باشه؟ دابل باند داریم میگم منفی 10 باشه ضرب در این همشون منفی 10 باشه. اگه البته اگه شما دوست داشته باشین میتونید این رو تغییر بدید، یعنی ممکنه یه متغیر حد پایینش منفی 10 باشه این متغیر دیگه مثلا منفی 10 باشه، فرق نمیکنه. حالا من چون میخواستم سریعتر بنویسم به این شکل میشه. خب آپر باندمون به چه شکل هست؟ همشون ده. خب اینم آپر با. پس این پارامترهای خود مسئلهمون هست. حالا ببینیم واسه الگوریتم بهتر اینجور پارامتر بهتر بیرمسیم بهتره که چون شامل هم جواب میشه هم عدد میشه. اول اینکه ما چند تا جواب میخوایم تولید کنیم. خب سایز من مثلا سایز پاپولیشن سایز هست تعداد جمعیت اون میخوام چند تا باشه، چند تا میخوایم چند تا و حد اکثر تعداد تکرار رو میخواد چقدر باشه مکس ایتر نشون میده. ما میگیم تا 200 تکرار بره، یکی از شرط های توقع در واقع مکس ایتریشن. بعد ما سه تا وزن داشتیم، وزن اینرسی رو که با دبلیو نشون میدادیم. مثلا من میگیرم یک، وزن دوم که برای بهترین تجربه شخصی بود میگیرم دو و بهترین تجربه عمومی هم مثلا میگیرم. از اینا باید تنظیم بشه دیگه، اینها باید به صورت تنظیم انجام بشه برای هر مسئله که میخوام استفاده. خب یه دبلیو دمپ هم داشته باشم، اون میزانی که میخوام کاهش بدم از دبلیو. در واقع من میام هر سری 99% سری قبل باشه. فکر کنم این بخش کافی باشه. حالا اگه چیز دیگه هم نیاز داشته باشیم میای اینجا تو. خب بریم جمعیت اولیمو تولید کنیم. for i از 1 تا
آی از یک تا تاپ سایز. ما هر کدوم از این جواب ها رو به اسم پارتیکل می شدیم یا هر من یاد داشتش می کنم. خب پارتیکل آی مون متغیرهاش میشه چی؟ یعنی همین ایکس هایی که داریم وریبل هام میشه چی؟ خب ببینید از منفی 10 میتونن مقدار بگیرن تا 10. در واقع واسه حل مسائل بین سازی پیوسته در تمام الگوریتم های بین سازی پیوسته جمع تبعیدی ها رو به این شکل آقا نوشته بشه و به این شکل باید کد بشه. کمترین مقداری که میتونن بگیرن چیه؟ لاور باندن. چقدر میتونن بهشون اضافه بشه؟ این از منفی 10 چقدر میتونیم اضافه کنیم بهش؟ 20 واحدیه یا همون آپر باند منهای لاور باند. ولی ما میخوایم یک میزان رندومی بهش اضافه بشه. در نتیجه در یک رند یک وزن بر هم ضربش میکنیم تا یک میزان رندومی همیشه برای متغیرهامون حساب شه. در واقع ما در تمام الگوریتم های پرتکاری پیوسته که در آینده توضیح خواهیم داد از همین شیوه استفاده خواهیم کرد برای تولید جمعیت اولی. خب این از این. حالا پارتیکل آیمون فیتنسش میشه چی؟ حالا من با فیتنس میشم. فیتنسش میشه چی؟ میگم فیتنس کن، ارزیابی کن. البته مطابق فیتنس رو اینجا اشتباه تایپ کردیم. این اسمش میشه. اشتباه تایپ کردیم. اگر این کدمون اینجا مسلما میگه که درستش کن و همین اسمش رو درستش کن و برمیگردیم اینجا. خب فیتنس کن چیو پارتیکل آیونمون رو از نظر وریبل هم یعنی همون دوستامون رو وارد اون فیتنس رو میکن و فیتنسش رو حساب. و یکی هم که ما واسه هر ضربه داریم یک پارامتر دیگه و یک شناخته پارامتر شناختی دیگه هم که برای هر ضربه داریم در واقع سرعت اون هست. من با VL نشونش میدم velocity سرعت اون ضربه چیه در لحظه صفر. مسلما سرعت اون لحظه در لحظه صفر صفر خواهد. خب بعد از اینکه این تولید شد بهترین تجربه شخصی در لحظه هنوز در لحظه صفر هستیم. اگر در لحظه صفر هست در لحظه تولید جمعیت اولی هست بهترین تجربه شخصی میشه چی؟ خود همون تجربه دیگه. درسته؟ حالا بهترین تجربه عمومی میشه چی؟ ما میتونیم از این دستور استفاده کنیم برای پیدا کردن بهترین جواب تا این لحظه. خب اینم از در واقع بهترین جواب ما یا همون گلوبال پارتیکلمون میشه چی؟ میشه همین پارتیکلمون شماره ایندکسش. اینو ما تو بخش مجموعه فیلم آموزشی جامعه برنامه‌نویسی مطلب که تو سایت مطلب نت به صورت رایگان هست اینو توضیح دادیم که تو این ایندکس شماره بهترین زده یا مینیمم ذخیره میشه و ما اینجا ازش استفاده میکنیم. خب اینم از این. حالا چرا این بخش تموم شد؟ بخش اینیشال فاوندیشن تموم شد. چون این نشانگرمون نارنجی است. ما تو بخش برنامه‌نویسی حلقه‌های برنامه‌نویسی گفتیم که شما تو وسط حلقه‌های برنامه‌نویسیتون اگه حلقه فورتون یا وایلتون اگه این سایز ماتیستون در حال تغییر هست باید قبلش اینو بیاین به صورت خالی تعریفش کنید. به صورت صفر تعریف کنید. اگه به صورت دابل باشه به صورت صفر باید تعریفش کنید. اگه مثل اینجا که به صورت استراکچر هست باید قبلش به صورت خالی تعریفش کنید. فقط واسه اینکه نشانگرمون چی بشه سبز بشه و اینکه تایم برنامه‌نویسیمون کاهش بده. خب ما شروع می‌کنیم یه بردار واحد خالی امتی تعریف می‌کنیم که وریبلاش خالی هست. فیتنسش خالی هست. و سرعتش هم خالی هست. ما این بردار واحد رو تولید کردیم. حالا کل ذراتمون می‌خوایم مثل این بشه. پس ریتمت کن، تکرار کن این امپیتی رو بردار واحد خالی رو به چه تعداد؟ به تعداد پاپ سایز و یک ستون. اینو ما میگم توی بخش دستورات برنامه‌نویسی مطلب اینو ما توضیح دادیم.
اینجا پرهیز میکنیم از توضیح دادنش. خب جمعیت اولیه‌مون رو ما تولید کردیم، یعنی تا اینجا جمعیت اولیه‌مون کاملا تولید شد. ران کنیم اینو به اسم PSO بزنیم ببینیم که خب ببینید الان پارتیکلامون 100 تا از روش هست. مثلا پارتیکل 77 اون اگه بخوایم ببینیم به این ترتیب است. مقدار متغیر اولش اینه، دومش اینه، به همین ترتیب تا دهمه. مقدار فیتنسش اینه و ولوسیتیش اینه. خب گلوبال پارتیکل اون ببینیم چه وضعیتی داره. اینی که فیتنسش چی هستش؟ 71. یعنی بهترین تو این 100 تا. بهترین تو این 100 تا کدومه؟ اینه. که از دستور همون مینیمم ما تونستیم پیدا کنیم. خب ببینیم واسه بخش مین لوپ الگوریتم. مسلماً الگوریتمون باید ایتریشن یک باشه تا ماکس ایتر. یعنی ما 200 تکرار نوشته بودیم این ماکس ایتر رو. میخوایم به این تکرار الگوریتم و حلقه اصلیمون تکرار بشه. طبق سودوکد برای هر کدوم از این ذرات این کار رو انجام بده. چه کاری رو؟ ما میایم اولین کاری که میکنیم که معادله سرعتمون رو آپدیت میکنیم. یعنی پارتیکل آیمون ولوسیتیش میشه چی؟ میشه وزنی که تا به حال داشته، سرعتی که تا به حال داشته، در در دبلیو، درسته، به اضافه یه سی یکی، در در یه رندی، در در فاصله اون ذره، یعنی پارتیکل هایمون فاصله اون ذره تا بهترین تجربه شخصی. بهترین تجربه شخصی ما تا تو بیس پارتیکل ذخیره کردیم. بیس پارتیکل آیمون وریبلاش من های پارتیکل آیمون وریبلاش به اضافه دیگو زب در رند زب در حالا فاصله بهترین تجربه عمومی گلوبال پارتیکلمون وریبلاش یعنی ایکساش من های پارتیکل آیمون وریبلاش. به این ترتیب ما معادل سرعتمون رو نوشیم. در اون معادل سرعت وضعیت سرعت جدید ذره میشه چی؟ وضعیت قدیمی که داشته در یک دبلیو به اضافه فاصلش بهتر اینجا ما این سرعت رو داشتیم بهتر بشه. در واقع ما یک میزان رندومی، یک میزان ثابتی از سرعت قبلی، یک میزان رندومی از فاصلش تا بهترین تجربه شخصیش و یک میزان رندومی از فاصلش تا بهترین تجربه عمومی. حالا ممکنه این مقدار سرعتمون خارج از ناحیه موجه قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه این مثلا ما منفی 10 تا 10 که گذاشتیم ممکن مقدار سرعتمون بشه 11. واسه این باید چیکار کنیم؟ فرض کنیم بشه 11. من می‌نویسم مینیمم کن همین این رو و آپر وان. در واقع فرض کنیم اگه 11 بشه مینیمم 11 و 10 میشه چی؟ میشه 10. در واقع اگه خارج از ناحیه موجه قرار بگیره برمیگرده به ناحیه موجه. حالا اگه 9 باشه مینیمم 9 و 10 9، یعنی خودش انتخاب کنه هیچ مشکلی وجود نداره. حالا واسه برعکسش ماکسیمم این و لاوا. حالا فرض کنیم منفی 20 باشه ماکسیمم منفی 20 و منفی 10 چی میشه؟ منفی 10، یعنی برمیگرده به فرض. حالا فرض کنیم منفی 5 باشه ماکسیمم منفی 5 و منفی 10 میشه چی؟ منفی 5، یعنی خودش میشه. از اگه خارج از ناحیه موجه قرار بگیره با این کار ما برش میگردیم به ناحیه موجه. حالا پارتیکل آیمون وریبلامون میشه چی؟ همون میشه پارتیکل آیمون دات وریبلامون به اضافه پارتیکل آیمون ولوسیتی. حالا ممکنه همین وریبل هامون هم خارج از ناحیه موجه قرار بگیرن. بنابراین دوباره این کارو واسه وریبل هامون هم انجام میدیم.
در اینجا موقعیت جدید ذرهمون کاملا مشخص شد. پس پارامتر پارتیکل آیوممون فیتنسش میشه چی؟ فیتنس کن، ارزیابی کن همین پارتیکل آیوممون رو وریبل هاش رو. خب اینجا فیتنسش حساب شد. حالا باید بهترین تجربه شخصی آپدیت کنیم. ایف مسئله مینیموم سازی هست، تو مسئله مینیموم سازی هست، اگر این پارتیکل آیوممون از نظر تا به هدف کمتر بود، بهتر بود از بس پارتیکل آیوممون داشتی، در نتیجه با یعنی این ذرهمون بهتر از بهترین تجربهش بوده. خب پس بهترین تجربهش میشه وضعیت فعلی که این ذرهمون داره، در واقع بس پارتیکلمون، در واقع بس پارتیکل آیمون میشه همین پارتیکل آیمون، چون بهتر بوده دیگه، چون بهتر بوده در نتیجه ما این کار رو انجام. خب حالا ایف اگر این بس پارتیکل آیممون دات ایف بهتر بود از گلوبال پارتیکلمون دات ایف، در نتیجه گلوبال پارتیکلمون هم میشه همین بس پارتیکل آیمون، به همین دلیل اند این و اند این. در واقع اگه بهترین این سلوشنمون بهتر از بهترین تجربه شخصیش بود، خب بهترین تجربه شخصیش میشه این. حالا اگه بهترین تجربه شخصیش بهتر از بهترین تجربه عمومی بود، بهترین تجربه عمومی میشه همین بس پارتیکلمون. بنابراین در واقع ما الگوریتم پی اس او تموم شد در همین لحظه، خودش نمیشه شد، به همین راحتی خود الگوریتم پی اس او رو ما نوشتیم. حالا میخوام اطلاعات نهایی ماتریس رو ذخیره کنیم. میگیم بهترین مقدار این تکرار چیست؟ چیست؟ همین گلوبال پارتیکلمون دات بیت. به همین ترتیب. خب چون وسط حلقه برنامه نویسی هستیم، باید قبلش اینو به صورت صفر تعریف کنیم. بسمون میشه چی؟ میشه زیروز مکس تیتر و یک. خب یکی میخوام تو هر تکرار نمایش بدیم که چه وضعیتی داریم. دیسپلی کن، دیسپلی کن به ما نشون بده اولا تو کدوم تکرار هستیم، تو کدوم تکرار هستیم، تو تکرار ایتر هستیم. ولی چون این استرینگ هست، این نامبر هست، این نامبر رو ما باید تبدیل به استرینگ کنیم. نامبر رو تبدیل کن به استرینگ، نامبر تو استرینگ. خب و اینکه خب بهترین مقدار چی هستش در این تکرار، بهترین مقدار چی هستش در این تکرار، همین بست هر هستش دیگه. فقط اینم باید چیکار کنیم، تبدیلش کنیم نامبر تو استرینگ و به این ترتیب اینجا هم بسته میشه. در بخش نهایی الگوریتم حالا البته بذاریم تو همین جاشو ببینیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده. البته مکسی تو میذارم 60 یه تو 60 تکرار ببینیم که چه اتفاقی. خب در واقع میبینید که از تکرار دهم به بعد تقریبا تونسته مقدار صفر رو پیدا بکنه. خب این مقدارش ما این تعدادش رو بیشتر کنیم که خیلی تعدادش کم نمیشه، مثلا اینو برامون میذاریم 100. این که در تکرار 38 به بعد تقریبا تونسته تمام اینها رو پیدا کنه. دعوا نکنید گلوبال پارتیکل ما وریبل هاش به این ترتیب هست، تونسته تمام مقدارهای صفر رو پیدا کنه. حالا مثلا ببینیم پارتیکل 30 اون چه وضعیتی داشته از نظر وریبل ها. ببینید که اینطور نیست که یک مقدار ثابت باشن. البته ما یک کاری میتونیم بکنیم، این نشانگرش نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این هستش که ما اولا این میزان رندومی که داریم ضرب میکنیم به صورت یک و انور باشه و ضرب داخلی باشه. ما میخوام که این حرکتی که داره انجام میده به صورت خطی نباشه، چون یک میزان انحرافی رو هم در این میزان تمایل به سمت بهترین تجربه شخصی و بهترین تجربه عمومی هم داشته باشه. البته ما فراموش کردیم که دبلیو رو هم باید کاهشش بدیم. دبلیو میشه دبلیو دبل دبلیو ده. خب حالا یه بار دیگه ران کنیم ببینیم که وضعیت به چه شکلی هست. الان یک مقدار وضعیتش طبیعی‌تر شد.
بعد همون 10 بزنیم ببینیم چه چیزی میتونید از رندوم خطی استفاده کنید، میتونید از همین رندوم هم استفاده کنید هر کدوم. حالا واسه تابع SQL دیدید که رندوم خطی جوابش نسبتا بهتر بود، میتونید از رندوم غیر خطی هم استفاده کنید. حالا هر کدوم که دوست دارید میتونید سونی نگیرید از رندوم غیر خطی استفاده کنید، کافی این بخش رو بردارید، رندوم خطی استفاده کنید، کافی این بخش رو بردارید، اون یه دست خودتون میتونید به چه شیوه‌ای استفاده کنید. واسه مسائل مختلف این دونو فرمت ممکنه جوابهای مختلفی بیدن و باید امتحان کنید. اگه میخواید رندوم خطی استفاده کنید باید از این رند رو بردارید و ضرب کنید. اگه میخواید رندوم غیر خطی استفاده کنید باید به این شکل استفاده کنید، یعنی در حرکت به سمت بهترین تجربه عمومی میخواید یک میزان انحراف هم داشته باشید. حالا ما اینو به این شکل استفاده کنید، مقدار تکرار زیاد بذاریم، مثلا بذاریم مکسیتر رو بذاریم سر به این طرف. این در واقع همون ایتری هست که نمیشیم نام پیسیاره و بیت رو ببنم. بریم واسه کشیدن نمودار به اطلاعات نهایی جواب. بدون دیسپلی بذاریم واسه این که بهترین تجربه بهترین جواب رو میشید. بیست سلوشنمون در واقع چی؟ در واقع به سلوشنمون این که نام پیسیاره global pop dot variable home و اینکه بهترین مقدار تا به هدف اون چی هستش، test fitness اون چی هستش، global pop dot fit هستش. و اینکه تایم برنامه نویسی اون چی هستش، چقدر شده تایم برنامه نویسی، من با این رو نمایشش میدم. همیشه تیک شروع برنامه‌نویسی است و پاک پایین برنامه. خب اینا همه ما مجموعه تیم برنامه نویسی مطلب به صورت رایگان تو سایت مطلب نت هست توضیح دادیم. با تیک رو همیشه معمولا اینجا میذارم. که شروع کنه بشه. واسه رسم نمودار ما میگیم اینو تو پنجره به اسم شماره 1 رسمش کن. میگیم پلات کن همین نمودار بستمون رو با رنگ قرمز. خب به همین ترتیب حالا میتونیم x لیبل و y لیبل و اینها هم بذاریم. لیبلمون x لیبلمون هست iteration، یک لیبلمون هم هست فیتنس. مثلا میزنیم که توضیح بده که این نمودار نمودار بسته. خب این از این. و اینکه تایتلمون هم چی هست، پیس. خب یه رام بزنیم ببینیم که تو اینجا کار بشه. نه خب ما یه اشتباهی کردیم، میگه undefined global top. آها ببخشید ما global top نداریم اینجا، من اشتباه کردم با الگوریتم ژنتیک. global particle رام کنیم ببینیم که best solution اون اینا هستش، best fitness اون این هست، time هم این هست و این هم نمودار best اون هستش. خب پس دیدید که تو الگوریتم PSO ما با چه روند این کار رو آغاز کردیم، یعنی نوشتیم برنامه رو، جمعیت اولیه رو تولید کردیم کاملا تصادفی. بهترین تجربه شخصی در همون لحظه سه خود همون وضعیت هست. بهترین تجربه عمومی مینیموم این کل این ذرات رو پیدا میکنیم، در نتیجه میشه بهترین تجربه عمومی. حالا برای هر کدوم از این ذراتمون میایم معادله سرعت رو آپدیت میکنیم، بعد اگه خارج از ناحیه موجه قرار بگیره حتما برمیگردیم به فضای موجه. بعد معادله موقعیت رو یا همون وریبل هامون یا ایکس هامون رو آپدیت میکنیم. بعد دوباره اگه این وریبل هامون خارج از نوعی مواجهه رو بگیرن برمیگردونش و فیتنس رو محاسبه میکنیم. اگه این ذره اون بهتر از بهترین تجربه شخصیش باشه، بهترین تجربه شخصیش میشه خود این ذره. اگه بهترین تجربه شخصی این ذره بهتر از بهترین تجربه شخصی عمومی کل ذرات باشه، خب بهترین تجربه شخصی کل ذرات هم میشه. این نتیجه رو ذخیره میکنیم و
اطلاعات بس هر تکرار نمایش میدیم، دبلیو در هر تکرار کاهش میدیم، و این هم نمایش اطلاعات پایانی الگوریتم هست و این هم برای رسم نمودار ما. فکر کنم تا همینجا کافی باشه برای الگوریتم PS. حالا تکرار اینها رو هم میتونید اضافه کنید. این بخش در همین دسته به پایان.